عزیز، قواعد درس 6 رو میخواییم با هم دیگه شروع کنیم. همونطور که در درس 5 گفتم، قواعد درس 5 تا آخر به نوعی در ارتباط با هم دیگه هستن. همونطور که در درس قبل گفتم، ضمایر در زبان فارسی 6 تا حالت داشت: من، تو، او، ما، شما، ایشان. من اول شخص مفرد بود که معادل عربی اون چی شد بچه ها؟ انا. تو دوم شخص مفرد هستش که معادل عربی اون چی می شد؟ انت و انته. گفتیم انت برای مذکر، انته برای مؤنث هستش. سوم شخص مفرد در زبان فارسی چی هستش؟ او هستش. معادل عربی او در زبان عربی هو و هی می باشد. یک بار دیگه، معادل او در زبان عربی هو و هی می باشد که برای سوم شخص مفرد استفاده میشه. هو برای مذکر، هی برای مؤنث می باشد. اینجا نگاه کنید، سوم شخص مفرد در زبان فارسی او می باشد که معادل آن در زبان عربی هو و هی می باشد که هو برای مذکر، هی برای مؤنث هستند که هر دو هو و هی برای سوم شخص مفرد به کار میره. همونطور که من قبلا تو درسای قبلا بهتون گفتم، گفتم مذکر کلیه اسمهای پسر به علاوه اسمهایی که آخرشون تی گرد ندارن و مؤنث کلیه اسمهای دختر و اسمهایی که آخرشون تی گرد دارن. پشه گلم مثالا رو خوب نگاه کنید. هو فعل، او انجام داد. هو گفتیم برای چی بود؟ برای مذکر. نگاه کنید، او انجام داد، پسر. مثال بعدی، هی فعلت، او انجام داد، دختر. خب بچه گلم، باید توجه خاصی به آخرای فعلمون داشته باشیم. تو درس قبل من گفتم اگر آخر فعل ما تو بیاد، ضمیر اون چی هستش؟ انا. اگر آخر فعلمون ت بیاد، ضمیر فعل ما انت هستش. اگر آخر فعلمون ت بیاد، ضمیر فعل ما انت هستش. اما اگر آخر فعل ما هیچ گونه حرفی نداشته باشه، یعنی فعل ما خودش همون سه تا حرف اصلی رو داشته باشه، یعنی به فعلمون هیچ چیزی اضافه نشه، ضمیر فعل ما هو می باشد. مثل هو فعل. آیا در انتهای فعلم من حرف خاصی رو مشاهده میکنم؟ میبینم نه، هیچ حرفی وجود نداره. اما در فعلی که ضمیر آن هیه هستش، آخر فعلمون ما تی ساکن داریم. نگاه کنی، یه تی که روش علامت ساکن هستش. پس اینجا نگاه کنید، فعل ضمیر هو آخرش هیچ حرفی ندارد. مثل نگاه کنید، هو کتب. آیا به انتهای فعل ما حرکت حرف خاصی چسبیده؟ میبینیم نه، فقط همون فعل ماضی ما هستش که شامل سه تا حرف اصلی میباشد. پس در ضمیر هو آخرش هیچ حرفی ندارد. هو کتب، هیچ چیزی به انتهای فعل من اضافه نشده. اما فعل ضمیر هیه آخرش همیشه گفتیم ته چی هستش؟ ته ساکندار باید باشه. هیه کتبت. اگر دقت کنیم میبینیم که انتهای فعل من ته هستش که آخرش ساکن اومده. من در تمامی قواعدی که تا اینجا بهتون گفتم رو تک تکش رو پیاده میکنم و اونجا بهتر یاد خواهید گرفت.
الدرس السادس. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. حمد و سپاس مخصوص کسی است که آفرید آسمان ها و زمین را. المعجم واژه‌نامه. اذا هرگاه اگر ارازل فرومایگان افاضل شایستگان امه مادرش بحث عن دنبال گشت ثم سپس حسده درو کرد خرجه بیرون رفت خسران زیان دخله داخل شد صحبت رفت مؤنث رجع برگشت زرع کاشت سأل پرسید مذکر سألت پرسید مؤنث سألته از او پرسید سلم سالم ماند سمع شنید مذکر سمعت شنید مؤنث شمس خورشید سعد بالا رفت ترق کوبید عدوان دشمنی ان از فتح باز کرد قرب من نزدیک شد به قصیر کوتاه قمر ماه ملک فرمان روا شد من هر کس منظر العدوانه هر کسی دشمنی کاشت یا هر کسی دشمنی بکارد من کسی که المسلم من سلم الناس و مسلمان کسی است که مردم سالم بماند لسانهی زبانش لعبه بازی کرد لیل رنای شب نهار روز وصل رسید هلکه هلاک شد بچه عزیز من یک بار متن رو میخونم بعد اینکه متن رو خوندم یک بار دیگه متن رو به همراه ترجمهش میگم الجملات الذهبیه لعب یاسر مع اصدقائه فی المدرسه رجع یاسر الی البیت بعد از ظهر هو طرق باب المنزل سمعت امه صوت الباب ثم ذهبت و فتحت باب و سألته الام کیف حالک الولد انا بخیر الام ماهی واجباتک یاسر حفظ هذه جملات ذهبیه خب بچه عزیز من یک بار میخونم و ترجمه میکنم الجملات الذهبیه جمله های طلایی لعب یاسر مع اصدقائه فی المدرسه یاسر با دوستانش در مدرسه بازی کرد رجع یاسر الی البیت بعد از ظهر یاسر به خانه بعد از ظهر برگشت هو طرق باب المنزل او در منزل را کوبید سمعت امه صوت الباب ثم ذهبت و فتحت باب و سألته مادرش صدای در را شنید سپس رفت و در را باز کرد و از او سؤال کرد
الام مادر، کیف حالک، حالت چطور است؟ الولد انا بخیر، فرزند من خوبم. الام ما هی واجباتو که، مادر تکالیفت چیست؟ یاسر حفظ و حاضهن جملات ذهبیته، حفظ کردن این جمله های طلایی. ازا ملکل ارازلو حلکل افازلو، هنگامی که فرومایگان پادشاه شوند شایستگان هلاک شوند. من زرع العدوانه حسد خسرانه، التجربه فوق العلم، هر کسی دشمنی کاشت زیان درو کرد. تجربه بالای علم است. خیر الناس انفعهم للناس، بهترین مردم سودمندترینشان به مردم است. المسلم من سلم الناس من لسانه و یده، لسان المقصر قصیر، مسلمان کسی است که مردم از زبانش و دستش سالم بمانند. زبان کوتاه مقصر است. فعل ماضی دو، الفلاح زرع ریحانه، کشاورز کاشت ریحان را. تصویر دوم، اللاعبت و رفعت و علم ایران، بازیکن بلند کرد پرچم ایران را. التمارین، التمرین اول، بچه تمرینش خیلی مهمه، کلمات مترادف و متضاد را مشخص کنید. بچه کلمه متضاد کلمه هستش که ضد هم دیگه باشه، برخلاف هم دیگه باشه، اما کلمه مترادف کلمه که هم معنی هستش. خب ما باید خود را مشخص کنیم. عدوان و صداقت، عدوان به معنای دشمنی، صداقت به معنای دوستی هستش، پس این دو کلمه متضاد هم دیگه هستند. جاهل به معنای نادان، عالم به معنای دانا، پس این دو کلمه متضاد هستند. ارازل به معنای فرومایگان، افاضل به معنای شایستگان، پس این دو کلمه متضاد همدیگه هستند. افضل به معنای خوب، خیر به معنای خوب، پس این دو کلمه مترادف هستند، هم معنی هستند. بدایت به معنای شروع، نهایت به معنای پایان، پس این دو کلمه متضاد هستند. رخیصت به معنای ارزان، غالیت به معنای گران، پس این دو کلمه متضاد هستند. عدوان به معنای دشمنی، عداوت به معنای دشمنی، پس این دو کلمه هم معنی هستند، پس مترادف می باشند. خلف پشت، وراء پشت، پس این دو کلمه مترادف یا هم معنی می باشند. التمرین و ثانی، کلمه ناهماهنگ در هر مجموعه کدام است؟ خب یک، علم به معنای پرچم، اخت به معنای خواهر، اخ به معنای برادر، والد به معنای فرزند، پس کدام واژه ناهماهنگ هست؟ آفرین، علم به معنای پرچم. دو، ید به معنای دست، ما به معنای آب، وجه به معنای صورت، لسان به معنای زبان، پس کدام واژه ناهماهنگ؟ آفرین، کلمه ما به معنای آب. سه، قمیص به معنای پیراهن، فستان به معنای پیراهن،
جوال تلفن همراه، سروال به معنای شلوار. کدام کلمه ناهماهنگه؟ آفرین، جوال به معنای تلفن همراه. 4. قصیر به معنای کوتاه، نافذت به معنای پنجره، باب به معنای در، غرفت به معنای اتاق. پس کدام کلمه ناهماهنگه؟ آفرین، قصیر. و 5. خرج، خارج شد، دخل، داخل شد، هلک، هلاک شد، تحت، زیر. کدام کلمه ناهماهنگه؟ آفرین، تحت. تمرین و ثالث، بخوانید و ترجمه کنید. الحمدلله الذی خلق السماوات والارض. ستایش مخصوص خدایی است که آفرید آسمان ها و زمین را. تصویر دوم، هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر. او کسی است که آفرید شب و روز و خورشید و ماه را. تصویر سوم، هو بحث عن الکتب. بچه عزیز، ما این جمله را به دو طریق میتونیم معنی کنیم. 1. او دنبال کتاب ها گشت. ترجمه دوم، او کتاب ها را جستجو کرد. تصویر چهارم، هی وصلت الى بیتها. او به خانه اش رسید. تصویر پنجم، انا قربت من القریه. من نزدیک روستا شدم. و تصویر آخر، انا سألت مدرسی. من از معلمم سوال کردم. از تمرین رابع، گزینه مناسب را انتخاب کنید. المعلم جای خالی صفهو. معلم، خب معلم بگیم دخله، داخل شد در کلاسش. بچه عزیز، ما گزینه اول درست هستش، گزینه دوم رو نمیتونیم بیاریم چون انا نداریم در جمله. پس گزینه سوال یک، گزینه دخله درست هست. 2. الطفلتو، جای خالی مع صدیقاتها. گزینه درست، لعبت، دختر بچه بازی کرد با دوستانش. بچه طفلت اومده، طفلت چون معنی